به یاری هشم به شم هشم نسل و نسته وقتی شما بخیر نزدیک خک شبوت هستیم روزی که اکادش بارخو تورا را به اسرائیل داد بنابراین یک کمی درباره اساس یهودیت که روی تورا استوار شده صحبت کنیم حکدش بارخو اسرائیل را روز 15 همه نیسان سال 2448 از پیدایش یعنی 3333 سال پیش از بعدگی مصر آزاد کرد 50 روز بعد روز ششم سیبان حکوشبرغو توی کوه سینا به اسرائیل آشکار شد و تورا را به اونا داد یه سیت میسرائیم یعنی خروج از مصر و قبول کردن تورا توی کوه سینا پایه ها و اساس یهودیت هستند. رمبم توی گماره سندرین اصول ایمان یهودا خیلی مفصل توضیح میده ایمان اسرائیل روی سیزده تا اصل استوار شده و خلاصه این 13 تا اصول توی سیدورها توی آخر تفیلای شخصی نوشته شده خلاصه سیزده اصول ایمان همونطور که رنبم توضیح میده و تو سوی دورا آورده شده اینا هستن وجود پروردگار یکتا بودن و وحدانیت حشم حشم جسم نداره حشم همیشه وجود داشته و همیشه وجود خواهد داشت فقط باید هشم را پرسید و اون را باید عبادت کرد حشم از افکار و اعمال همه انسان ها با خبره نبوت وجود داره و بین همه انبیایی که توی قوم یهود بودن مثل الیاهو، الیشا، شموئل، یشعیا، میا و غیره مشی از همه اونا بزرگتره و تورا از جانب حشم داده شده و تورای اسرائیل هیچ وقت عوض نمیشه و تغییر نمیکنه و خداوند در آخر اشخاص ظالم و مجازات میکنه و به انسانای خوب و درستکار پاداش زیاد میده و در آینده ماشیخ ظهور میکنه و در آینده مردهها زنده میشن و قضاوت میشن سفرهای این سیزده تا اصول را توی سه تا از خلاصه میکنه وجود پروردگار آشکار شدن هشم توی کوه سینا و دریافت تو از طریق مشرب بنو دنیای آینده و علم هبا رمبم توی کتاب مدا کتاب دانش می نویسه که از این سیزده تا اصول پنج تاشون ایمان تنها نیستن بلکه یه هستن یعنی باید واضح بشه و دانسته بشه فقط ایمان داشتن به این پنج تا اصول کافی نیست باید درست بودن اونها دونسته بشه ثابت بشه و واضح بشه تفاوت ایمان داشتن با دونستن یعنی چیزی که واقعیت اون واضح شده چی است فرض کنید یه نفر میاد و ادعا میکنه که دیروز به باغه رفته بود و اونجا یه اسبی دیده که دو تا سر داره اگه ما حرفش رو باور کنیم این میشه ایمان ما به این شخص ایمان آوردیم اما از طرفی شاید این شخص درست ندیده شاید خیالاتیه شاید به هر دلیلی داره اشتباه میکنه بنابراین برای ما واضح نیست شک وجود داره آیا واقعا همچین اسبی که دو تا سر داره وجود داره یا نه بنابراین تصمیم میگیریم که بریم وحش که بتونیم با چشمای خودمون ببینیم آیا این موضوع درسته یا نه توی می میبینیم واقعا درسته یه اسبی هست که دو تا سر داره اما بازم فکر میکنیم شاید خیالاتی شدیم میریم جلو این اسب لمسش میکنیم از مردمی که اونجا هست میپرسیم آیا شما هم میبینید اونا هم جواب میدن آره ما هم یه اسبی میبینیم که دو تا سر داره تا اینکه برای ما واضح میشه بدون هیچ شکی که یک اصلی وجود داره که دو تا سر داره این میشه موضوعی که دانسته شده و ثابت شده ما فقط ایمان نداریم بلکه میدونیم واضح شده برای ما که همچین موجودی وجود داره همینطور پنج تا اصل از اصول یهودیت باید واضح بشه و ثابت بشه و ایمان تنها کافی نیست و هر یهودی باید این پنج تا اصلا مطالعه کنه تحقیق کنه تا که براش ثابت و واضح بشه این پنجتا اصول که برای انسان باید واضح بشه و ثابت بشه چی هستن؟ اونطور که رمبم میگه اینها هستن وجود پروردگار عالم یکتا بودن و وحدانیت حشم بدون جسم بودن حشم حقیقت بودن نبوت مشرا بنو و آسمانی بودن تورا همونطوری که بزرگان اسرائیل رمبم سفرهای کاریم بیت لوکیم هارن و غیره درباره نصور مفصل صحبت میکنن بقیه اصول ایمان و یهودیت روی این پنج اصل استواره داوید هملخ توی دیوره حیامیم، پسرش شلما را که جانشین اون بودن نصیحت میکنه و توی نصیحتاش به شلما اینجوری میگه توی پسرم شلما خالق پدرانتا بشناس و اون وقت هست که میتونی هشه ما با سمیم قلب و نفس مشتاق عبادت کنی مفسرین راب داوید بن کیمخی و مسودا توضیح میدن که داوید هملخ داره میگه که ایمان تنها کافی نیست بلکه برو تحقیق کن جستجو کن تا اینکه برات واضح بشه وجود هشم و وحدانیت هشم و تورای هشم رمبم توی سفر مدا کتاب دانش می نویسه یه صد صدود و امو تخخما یه ده شش ماسوی ریشان و هم امسی کنن انسان. یعنی اساس همه اساسا و پایه دانش توی این است که واضح بشه و ثابت بشه که یک هستی اولیه وجود داره و این هستی اولیه آفریدگاره که همه ی را آفریده رامبام نمی نویسه آدم باید ایمان داشته باشه بلکه می نویسه باید براش اونقدر واضح و ثابت بشه که هیچ شکی براش باقی نمونه و ایمان تنها کافی نیست همینطور ادمور می صف. توی کتاب امونا و عدره ایمان یهودا توی چند کلمه خلاصه می کنه و اینطور می نویسه ایمان یعنی شناخت کامل و واضح و دانستان هشم رامبام توی یسوده هتورا فصل هشتم درباره دو تا دیگه از اساسای یهودیت و اصول ایمان یعنی نبوت مشربنو و آسمانی بودن را صحبت میکنه و اینطور مینویسه اسرائیل که از مصر خارج شدن به مشه ایمان نیوردن به خاطر معجزاتی که انجام میداد چون که همیشه یه شکی وجود داره شاید این معجزاتا از طریق جادوگری یا از طریق علم و دانش دیگه ای داره انجام میده موجزایی که مشه ربنو توی بیابون انجام داد به خاطر این بود که لازم بود که این معجزات انجام بده نه به خاطر اینکه میخواست ثابت کنه که پیامبره باید بود اسرائیل از چنگ مصریا که در تعقیب اونا بودن نجات بده بنابراین دریا را شکافت اسرائیل از دریا عبور داد و مصریا را غرق کرد اما نه به خاطر اینکه میخواست ثابت کنه که پیامبره بلکه به خاطر این بود که باید بود اسرائیل را از مرگ نجات بده توی بیابون اسرائیل احتیاج به غذا داشتن بنابراین برای مدت چل سال من از آسمون پایین آورد که به انسانهای گرسنه غذا بده نه به خاطر اینکه ثابت کنی پیامبره توی بیابون آب نبود مردم و زن و بچه ها تشنه بودن بنابراین به سنگ ضربه زد و یه نهر بزرگ آب از توی سنگ بیرون آورد و به سه میلیون یهودی آب داد اما نه به خاطر اینکه میخواست ثابت کنه که, که پیامبره همینطور کرخ با یه عده از پروانش بر ضد مشربنو بلند شدن باعث دو دستگی و اختلاف و مخلوکه شدن و باعث خشم حکدش بارخو شدن و همه اسرائیل در خطر بودند بنابراین بعد از اینکه چند بار به کرخ اختار داد زمین رو باز کرد و اونا بلعیده شدند که اسرائیل را نجات بده و همینطور بقیه معجزاتی که انجام داد نه به خاطر اینکه میخواست نشون بده که پیام بره داره به ما اساس خیلی بزرگی یاد میده معجزاتی که موشه انجام داد معجزات خیلی بزرگی بودن موشه ربنو طبیعت عوض میکرد و این معجزات در مقابل میلیونها انسان برای مدت خیلی زیاد و طولانی انجام میداد مشربه نو توی بیابون چهل سال از آسمون مان پای نو برد های شکافت و همه یهودی را عبور داد آبای مصر را برای مدت هفت روز به خون تبدیل کرد و خیلی معجزات بزرگ دیگه رمبا میگه هنوز همه اینا کافی نیست که به موشه ایمان صد درصد به موشه ایمان داشتن اما نه صد درصد چرا چون که هنوز ممکنه یه شک کوچیکی حتی کمتر از یه درصد وجود داشته باشه که موشه معجزات از طریق جادوگری یا از طریق علم و دانش دیگه ای داره انجام میده و ایمان باید صد درصد باشه پس همه معجزات هنوز کافی نیست رامبام سوال میکنه پس کی کجا به موشه ایمان صد درصد آوردن هم جواب میده توی کوه سینا بود که اسرائیل به موشه و ایمان صد درصد آوردن چرا چون که توی کوه سینا چشمای ما دیدن و گوشای ما شنیدند صدای شفار و رزش کوه اونجا همه اسرائیل اشکار شدن حکدش بارخو توی کوه سینا دیدن و همهشون شنیدن و دیدن چطور حکدش بارخو با مشه ربنو داره صحبت میکنه و به اون میگه مش مش برو به اسرائیل اینطور و اینطور بگو همینطور که توی پاراشه ایترو نوشته شده روز سوم نزدیک صبح صدای خیلی بلند شفار که از جانب کو شنیده میشد و حیمه ملت اسرائیل از شدت ترس لرزیدن اون وقت موشه همه اسرائیل توی پوه سینا جمع کرد و همه اسرائیل صدای اکدش بارو شنیدند شنیدن آنوخی عشق ملوکه خواه عشق رسیتی من هستم خدای خالق تو که تو را از خانه, مصر از خانه بعدگی نجات دادم سه میلیون یهودی شاهد آشکار شدن اکدش بارخو توی کوه سینا بودن یعنی همهشون نبوت کردند. و صدای اکدش بارخو که میخواد تورا را به اونا بده شنیدن اینجا بود که به موشه ایمان کامل و صد درصد وردن. تورا بارها و بارها در جای مختلف ما دستور داده که این وقایع را که چشمان خودمون دیدن و گوشهای خودمون شنیدن سینه به سینه به بچهای خودمون و نسل بعد انتقال بدیم واقعی که در مقابل یک ملت اتفاق افتاده و همه یعنی میلیون ها انسان شاهد این وقایع بودن و این وقایع را سینه به سینه پدر به فرزند تعریف کردن و به دورهای بعد انتقال دادن غیر ممکنه که بشه انکار کرد داوید همه به پسر شلومو دستور داد خالق پدران تا بشناس و اون وقت هست که میتونی اونا با صمیم قلب و با اشتیاق نفس عبادت کنی یهودیت روی اصول استواره که انکار کردن اونا غیر ممکنه این اصول وجود پروردگار یک بودن و وحدانیت عشم پیامبری مشربنو و آسمانی بودن تورای اسرائیل است. این اصول ایمان تنها نیستند، بلکه دانستانی هستند، واضح شده و ثابت شده هستند. بنابراین هر یهودی موظف و مقیده که خدای اسرائیل و تورای هشما بشناسه و تورای هشما نگه داره و همه فرامین و میسوای هشما انجام بده و هشما از صمیم قلب و با نفس مشتاق عبادت کنه هشم پشت و پناه شما باشه کلتوب